آزادی جمهوری ایرانی شعار تازه است، شعار انقلابه. یعنی جمهوری اسلامی نمیخوایم دیگه. جمهوری اسلامی به اندازه کافی به جنایات خودش ادامه داده، به اندازه کافی گورستان های مملکت ما پر شده. ما حالا یک جمهوری ایرانی میخوایم که پر از صلح باشه، پر از پیروزی باشه، پر از دوستی رفاقت باشه، پر از سفره پر از غذا باشه. ما دیگه نمیخوایم بچه های ما پا به نهره باشن. شعار اینه، مفهومش اینه. ما دیگه گرسنگان شکم گرسنه ها رو نمیخوایم. ما زندان هامون به اندازه کافی پر شده. ما میخوایم زندان ها بسته بشن. ما میخوام رشتیاتمون آزاد باشه. ما میخوام ایران مرکز و توجه جهانی ها باشه. ما میخوام ایران زیبایی داشته باشیم. ما میخوام میلیون ها میلیون انسان از سراسر جهان بیان و پایتخت آسیا رو ببینن. ما میخوام ایران سرفراز باشه، آزاد باشه، زن و مرد آزاد پر از لبخند شادی ببینیم. و در این راه قربانی دادیم، قربانیان زیادی دادیم. 130 سال داریم قربانی میدیم. 130 سالی که ما آزادی میخوایم و هنوز ما به این آزادی نرسیدیم. استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. جمهوری ایرانی یعنی این، یعنی شادی، یعنی برکت، یعنی سرافرازی، یعنی پیروزی، یعنی پیشرفت. جمهوری اسلامی یعنی شرافت ایرانی، شرافت انسانی. جمهوری ایرانی، این شعار امروز مردم مملکت ماست. زیباترین شعاری که همه ما در تمام زندگیمون دیدیم. استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. هرگز چنین چیزی نشنیده بودیم. چقدر زیباست. و به خاطر این عرض کردم، ما هزاران هزار قربانی دادیم 120 سال گذشته. هزاران هزار. و آخرینش ندا بوده. و ببینید ملت چقدر زیبا، چقدر لطیف و چقدر دلانگیز در مورد ندا شعار میدن. ندای ما نمرده، عدالت که مرده. نگاه میکنیم به شعارهایی که دیروز مردم تهران در خیابانها دادن برای قربانی نازنینشون. ندا فرزند ایران. کردیم. شعارهای دیروز چقدر زیبا بود، چقدر دلنشین بود، چقدر پر از امید بود. امید برای آینده زیبا و درخشان. اجازه فرمایید که از همکاری شما استفاده کنیم و شما دوستان عزیز مجدد رو خط بیارم و ببینم که شما نظرتون چی در مورد مسائلی که امشب در برنامه گپی خودمانی گفته شد. سلام عرض کردم قربان. سلام عرض کردم. سلام شما. مرسی عزیزم، جونم. خیلی ممنون با از برنامه های زیباتون. قربون تو برنامه شهر کانادایی همیشه تا مثل شبی دارم مدل دو زدیتون یه دمزن دیگه پیدا کردیم. قربون برم هم فردت بشم حضرت میکنم تون از خانومتون که قربون تو برم. خواستم یک سوالی ازتون بکنم. این تو این موقعی خیلی حساس که پیش اومده و هممون سعی میکنه هر کار ازتون در بیاد، خواستم ببینم آیا امکانی داره که این تلویزیون شما با 4-5 تلویزیون دیگه که کار واقعا فعالیت سیاسی میکنن یه جورایی با هم یک طورایی همکاری کنید که بتونید صدا به تلویزیون ایران برسه، بیشتر برسه. من این نمونه که شما فرمودید صداتون به اثر که ویدیو آمریکا به ایران رسیده، این همین زمان تظاهرات سانفرانسیسکو شما چطوری مثلا تونستین چطوری اون توطئه که من میخواست پیش بیاره اتمالا میخواست پیش بیاره گرفتیم و مردم ایران چطوری همون صدایی که شنیدم جواب ما دادن که استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. یعنی خودش یک کلیپ خیلی کوچیکی بود که ایران رسید، مردم ایران جواب ما رو دادن که ما حرف تنبایی بیزنیم که خارج از ایران هم میخواست. شما این حرفایی که دارید میزنید موهای بدن من سیخ شد. باور کنید من بردار کوینسیدنس دفعه اولم نیست. حتی اول نیست که اتفاق میفته. من خانم اصلاً با هم حرف میداریم همینطور به خودم کنم. ما هرچی اینجا مثلا تو تلویزیون ایران میبینیم بحثایی که میشه، این افشاگری هایی که میشه، تو روز سه روز بعد شعارهایی که از توی ایران میاد اصلا اینا دارن جواب ما رو میدن. یعنی نمیده باره میشه که ما اینطوری اینجا سعی کردیم این کار انجام بدیم. این جلوی این اشاره کسایی مثل آقای رفسنجانی و نفسرانی که میخوان دوباره همین جمهوری اسلامی رو به قول خودشون اصلاح کنن، مردم ایران داخل ایران جواب میدن که
رهبر ما باطله، ولایتش باطله و از این طرف هم میگن که استقلال آزادی به قول شما زیباترین شعاری که تا حالا من تو اونم شنیدم، جمهوری ایرانی خیلی قشنگ تحت پوشش قرار میده. و یک خواهش دیگه هم از شما داشتم، همین که ادامه همین اگر بشه طوری تلویزیون ها با هم دیگه همکاری کنن که بتونن صدای رسای رسانه های مثل شما رو به ایران بیشتر برسونن، و یک موقعیتی که به نظر من پیش خواهد آمد به من زودی زود که این همبستگی رو بیشتر نشون میده، همین آقای احمدی نژاد که داره میاد نیویورک، سپتامبر که قرار بیاد نیویورک، اگر تدارکی بتونیم ترتیب داده که همه گروه ها بتونن بیان، مجاهد و سلطنت طلب و ملیگرا و همه تلویزیون همه یک حرف رو بزنن، عالیه، دموکراسی واقعی رو نشون بدن همه، خیلی به نظر من میتونه به مردم ایران دلگرمی بده که به قول شما انقلاب اجتناب پذیره، این حکومت رفتنیه، نه هر رنگی هم میخوان بهش بچسبونن این حکومت رفتنیه. کاملا با تو موافقم آقا، یک دنیا ممنون. مرسی. دوست ما میگه این کاری که ما در سان فرانسیسکو کردیم نتیجهش شعاری بوده که دیروز مردم ایران داده. من این اینجوری به این عظمت نمیبینم کارمون این نتیجه رو داده. بلکه برنامه ما که در طریق تلویزیون آمریکا، تلویزیون صدای آمریکا در ایران پخش شده، خب من عرض کردم خدمتتون واقعا من بعد از این همه فکس برام از ایران اومده و همش یعنی اصلا این شاک شدن. یعنی تعریف هایی که میکنن، صحبت هایی که میکنن اصلا دور از انتظار منه. پس میگم پس مثلا اینا ندیدن تلویزیون چی کار کردن با تلویزیون های دیگه ای ما که این همه اینا رو شاک کرده. برحال حتی من به کسی ایراد نمیگیرم، همه سرور اصلا شاید ما چون تازه تو ایران یه دفعه پخش شدیم برایشون جالب بوده، نمیدونم. برحال عجیب و غریب اینها رو امیدوار کرده و عجیب و غریب اینها رو به اصطلاح شاک کرده. همین پخش نمیدونم چه قسمت چه برنامه از تلویزیون ما رو در ایران تلویزیون آمریکا پخش کرد، صدای آمریکا پخش کرد، بلکه میدونم که حتما یه برنامه بود که فکس ما اونجا بوده یا ایمیل من بوده، چون احتمالاً همین برنامه جت خودمانی بوده چون همه نامه ها به اسم منه. و اینکه در سان فرانسیسکو شما چیکار کردی، سپاسگزارم. به هر حال درود، البته منم به هم وطنانم در داخل کشور، حالا ان شاء الله باز یک وسیله بشه که ما در داخل کشور بازم پخش بشیم، انشالله که یا صدای آمریکا یا خود شما پول جمع میکنید بیدید یک کاری میکنید، انشالله شاید شد دو مرتبه. سلام از کردم قربان. الو سلام از کردم. سلام آقای دلدار، حال شما خوبه؟ مرسی عزیزم، قربونت برم. شما خواستم به شما سلام کنم، برنامه خوبتون تشکر کنم، همچنین مردم قهرمان ایران میخواستم درود بفرستم. البته شما دوستان تله سیاسی رو میدید، من فقط یه جوک شنیده بودم جدید، میخواستم با شما دوستان شیر کنم. حتما. میگن از یه ترکی میپرسن نگو ترک دیگه، چی دستور تیراندازی بچه های مردم رو داده؟ میگه والا من نمیدونم، ولی هر کی از خدا کنه اون یکی دستش هم چلاق بشه. این ترکی خیلی باهوش بوده. گفتم اوه نکنه ترکی بد بگه. نه خیلی ممنون، خوب بود، آبروی ما رو خریدی. مردم نشیدم بگه که یه ترکه پرسیدن آقا کی دستور تیراندازی به بچه های مردم داده؟ گفته من نمیدونم، فقط خدا کنه خدا اون دستش هم شلاق کنه. خیلی قشنگ بود، مرسی. خیلی خوب. سلام عرض کردم قربان. سلام عرض کردم آقای ستارخان، مخلص شما جونم. درود به اون لبه خندانت، به آن فامیلی دلدارت. فدات بشم من، قربونت برم. قربانت برم، همیشه شاد و پایدار باشی. 120 سال ما هر شب برنامه شما رو ببینیم. قربونت برم من، چیانه؟ مسائل و مطالب واقعی را مطرح میکنی که خیلی جالب است و به نظر من در سازندگی این انقلاب اثرات خیلی مهمی گذاشته. به این طور میگویم که قطار انقلاب از قطار احمدی نژاد سبقت گرفته و بای بای به اون گفت. آفرین و درود بر تو مرد بزرگ، زنده باشید. وقت دیگران رو کم به یک نفر ندهید که زیاد مطالب را طولانی کنند. من یک ساعت است که تلفن میکنم، حالا موفق شدم شما را بگیرم. بعضی ها مطالب های را اضافه میکنند که اصلا صحیح نیستش. نظر شما رو میخواستم به